دام برای فرمانده ملک دره و فرمانده قنداغا. هموطنان عزیز، درود و سلام. محمد هارون مجیدی در برگه رسمی فیسبوکش می نگارد: فرمانده قنداغا چگونه به چنگ طالبان افتاد؟ در بهار سال 1398 خورشیدی، گروه طالبان توانستند ملای مسجد جامع عبدالله خیل که ملا عبدالملک نام دارد، بیشتر به مولوی ملک نیز زبان زده است، به پاکستان دعوت کنند. او باشنده منطقه منجستو عبدالله خیل است و در مدرسه حقانیه پشاور پاکستان درس خوانده است. بعد از سقوط ولایت پنجشیر به دست گروه طالبان، ملا عبدالملک را در بین فرماندهان جبهه مقاومت من حیث فرد نفوذی جابجا کردند. او پیوسته تمام اطلاعات را به طالبان انتقال میداد. منابع میگویند که فرماندهان عبدالله خیل که برای علما و ملاهای ترام ویژه‌ای داشتند، او را بزرگ دینی خود پذیرفتند. منابع از محل میگویند که مولوی عبدالملک در آخرین برنامه‌اش فرمانده ملک خان را با فرمانده قنداغا به بهانه مشوره در آخرین خانه در تپه شخ منجنستو از طرف شب دعوت میکند. فرمانده قنداغا در نیمه های شب به آن خانه میرسد. فرمانده ملک در آن زمان در کوههای حصارک میباشد، در زمان مشخص شده به آن خانه نمیرسد. او سپیده دمان در کوه نزدیک آن خانه میرسد و با دوربین های شب اطراف خانه را نظارت می کند. او متوجه می شود که در نزدیک های آن خانه افراد مسلح موجود است. انتظار می کشد که هوا کمی روشن‌تر شود تا از دقت بیشتر کار بگیرد. کمی که هوا روشن می شود، متوجه می گردد که افراد گروه طالبان در پهلوی آن خانه جمع شدند. بر روایت منابع محلی، فرمانده ملک دره از طریق مخابره بالای فرمانده قنداغا صدا می کند: شما در خانه حضور دارید. و او جواب مثبت می دهد. حاجی ملک خان فرمانده قنداغا را به آرامش دعوت می کند و موضوع را برایش می گوید: توطیه بالای من و تو است. خانه توسط طالبان محاصره شده، وارخطا نشوید. سلاح خود را گرفته، هر که در مقابلتان آمد بزنید و من در کوه مقابل خانه هستم. از اینجا زیر آتش می گیرم. در این وقت ملا عبدالملک فرد نفوذی طالبان برایشان میگوید که شما بیرون نشوید، ببینم که کسی نزدیک خانه است یا خیر، در حالی که خودش طالبان را در داخل خانه از پیش جابجا کرده بود و بعد از خارج شدن از اتاق طالبان را داخل اتاق میبرد و این گونه فرمانده قنداغا را با شماری از یارانش به طالبان تسلیم میکند. فرمانده ملک خان اما دوباره از ساحه دور میشود. منابع میگویند زمانی که مردم خبر میشوند که فرمانده قنداغا دستگیر شده، جمع بزرگی از مردم به دلیل اینکه عضو خانواده بزرگشان است، برای طالبان سفارش میکنند که او را نکشند و هرچه بخواهند برایشان انجام میدهند. طالبان از این فرصت استفاده کرده، علاوه بر 1 میل پیکا، 1 میل M4 و 3 میل کلاشنکوف قنداغا را میگیرند. 20 میل دیگر را از مردم در عوض نکشتن و رهایی قنداغا طلب میکنند. مردم 20 میل سلاح برای طالبان تسلیم و قنداغا را رها میکنند. همزمان با این، طالبان از مردم ضمانت میگیرند تا فرمانده قنداغا از روستا بیرون نشود. با گفته منابع، پس از دستگیری فرمانده قنداغا، روح الله شاملنگ، معاون نام نهاد طالبان برای ولایت پنجشیر، به کابل فرار داده میشود. فعلا در کابل زندگی دارد و به پشاور رفت آمد میکند. تا ویدیوهای دیگر، بدرود.